شده فکر کنین که واقعا سطح زبانتون در چه حدی هستش و آیا تونستین مرجعی رو پیدا بکنین که خیلی راحت بدون اینکه جایی برین آنلاین از طریق اون تعیین سطح بکنین و سطح زبان انگلیسیتون رو به صورت دقیق بدونین چی هستش که تو اون حدود سعی کنین انگلیسی بخونین و نه خودتون رو خیلی اذیت بکنین نه چیزای ساده تر از اون رو بخونین. تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا من بهتون چند تا از نکات مربوط به English Level Evaluation Exam یا همون امتحان تعیین سطح زبان یاد بدم و بهتون یک جای خیلی خوب و مطمئن رو که به صورت آنلاین میتونین به این تعیین سطح بدین رو معرفی بکنم. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک ویدیو فوق‌العاده پر اطلاعات که توی این ویدیو بنا به درخواست خیلی از شما عزیزان من میخوام که یه سری نکته‌ها مربوط به English Level Evaluation Exam یا تست یا همون آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی بگم. خیلی‌هاتون این پایین گفته بودین کجا به صورت آنلاین آزمون تعیین سطح بدیم، کدوم وبسایت معتبره، کدوم بهتره، کدوم اینجوریه، کدوم اونجوریه و من بعد از یک تحقیق تقریبا زیاد یه وبسایتی رو پیدا کردم که به نظرم اومد بهترین وبسایتی هستش که از طریق اون میتونین تعیین سطحتون رو بکنین و لول تقریبا دقیق زبان انگلیسیتون رو پیدا بکنین که توی اون لول شروع کنین به زبان آموختن. نه خیلی ساده تر از اون باشه که براتون بورینگ باشه، نه خیلی سخت‌تر باشه که گیجتون بکنه وای خدایا من اینا رو نمیفهمم یا برای من سخته. حالا لینک این وبسایت رو بچه ها من تو اولین کامنت زیر این ویدیو براتون پین میکنم، اگر روش کلیک بکنین مستقیم براتون تو وبسایت و بعد از یه سری مراحل خیلی راحت میتونین آزمون تعیین سطح رو بدین و نتیجه‌ش رو هم بلافاصله رو همون وبسایت بعد از اینکه آزمون رو دادین براتون مشخص بشه. اما حالا آزمون تعیین سطح زبان چی هستش و اینکه آقا این آزمون تعیین سطح بر چه اساسی هستش و چه چیزایی رو از ما میخواد، بر چه اساسی میگم من لولم پایینه، بالاست یا متوسطه. خب بچه‌ها ببینید، من اینجا براتون یه چارت کشیدم. این چارت بر اساس CEFR هستش که لیبلای مختلف زبان انگلیسی رو بهتون نشون میده. حالا سوالی که براتون پیش میاد CEFR که گفتی چی هستش؟ بچه ها CEFR stands for Common European Framework of References for Languages. یک رفرنسی هستش، یک رفرنس اروپایی هستش که بر اساس اون سطوح مختلف زبان تعیین میشن. حالا من خیلی به این کار ندارم که بدون چیه، فقط خواستم بگم CEFR چیه. که بچه پشت اکثر کتابای زبان انگلیسی این لیبل ها رو نوشته. A1 A2 لیبل بیسیک هن، B1 B2 لیبل انترمیدییت هن و C1 C2 لیبل ادوانسد هستن. حالا اینکه چی تو هر کدوم از اینا یاد میگیرین متفاوته. اول یه نکته بهتون بگم، اینو قبلا بهتون گفته بودم بچه، کتابای زبان انگلیسی مثلا بیاین یه کتابی رو در نظر بگین که سطح A2 داره به ما درس میده، از هر انتشاراتی که باشه، آکسفورد، کمبریج، نمیدونم لانگمن، هر چیزی که باشه، سیلابسای درسی اینا معمولا یکیه. مثلا تو کتاب A2 آکسفورد دقیقا همون تاپیکی داره درس داده میشه که تو کتاب A2 مثلا لانگمن داره درس داده میشه. این کتابا معمولا سرفصل‌ها و سیلابس‌های درسشون یکی هستش. تفاوتش ممکنه این دوتا لغت بیشتر داشته باشه، اون کمتر داشته باشه، وگرنه از بابت اینکه چه لغتی رو بهتون درس میدن، چه سرفصلی، چه گرامر، تمام این کتابا بچه‌ها کاملا استاندارد هستش و بعد از سال‌ها تلاش و تحقیق میان این کتابا رو برای شما جمع‌بندی می‌کنم. معمولا تو لول بیسیک اون چیزی که از شما توقع میره یه گرامر ساده هستش در حد اینکه بتونین مفهوم خودتون رو به دیگران برسونین و لغات خیلی زیادی هم از شما انتظار نمیره که بلد باشین، در حد روزمره. یه ذره راجع به فامیلیتون صحبت کنین، یه ذره کوچولو راجع به خودتون صحبت کنین، بتونین لغت‌های اطرافتون رو شناسایی بکنین و غیره. تو لول اینترمدییت از شما انتظار میره که همین تاپیکا رو به صورت جامع‌تر، کلی‌تر، با لغات بیشتر و گرامر سخت‌تر که دیگه میشه پرفکت ها، میشه آینده در گذشته، چه میدونم کامپاوند ادجکتیوز، کامپاوند ناونز و گرامر سخت‌تر یاد بگیرین. تو حالت ادوانس از شما انتظار میره که هم
تکستای طولانی تر رو بفهمین، هم فوق العاده فلوئنت صحبت بکنین، لغات زیادی رو بلد باشین و گرامرهای پیچیده و میکس از کتاب از دروس مختلف. حالا من اینجا براتون سه تا کتاب دارم بچه‌ها، میخوام سه تا کتاب بهتون نشون بدم. اول میخوام از کتاب آبی American English File که بچه ها البته این پابلیش قدیمیش هستش، اینی که من الان دارم، بذارین جلدش رو بهتون نشون بدم. بچه این کتاب American English File هستش، کتاب دومشه، American English File کتاب دومش. خب که اگر بیاین پشت کتاب رو ببینین، این پشت کتابه، پشت جلد کتاب هستش. خب ببینین اینجا لیولش رو نوشته، این لیول بین A2 و B1 هستش، یعنی اینجاست، بین بیسیک و اینترمیدییت هستش که میتونیم بگیم پری اینترمیدییت تقریبا. ببینین لیولش رو بین A2 و B1 هستش این کتاب. حالا از کجا بفهمیم سرفصله کتاب چیه؟ وقتی کتاب رو باز کنیم بچه ها، یه کانتنس داره، کانتنس به شما موضوعی که تو کتاب قرار درس داده بشه رو میگه. مثلا الان روی این کتاب رو نگاه کنین بچه، کتاب American English File یکی از کتاب های خیلی خوبی هستش که من خودم خیلی دوستش دارم و به نظرم فوق‌العاده است برای یادگیری زبان. من اینجوری دوستم که البته این پابلش قدیمیه، پابلش جدیدش، جدیدش نه، چون جدیدش شده English File که بریتیشه، ولی American English File اگر اشتباه نکنم پابلش دومش، جدیدترین پابلش امریکنش هستش. این کتاب 12 یونیت داره و هر یونیتش بسته به لولی که دارین میخونین ممکنه 3 یا 2 درس داشته باشه، یعنی به این صورت هستش مثلا A1, A2, A3 چه میدونم 2A ببخشید A1 نه 1A 1A 1B 1C 2A 2B 2C اینجوریه درساش. حالا من کاری به اینا ندارم مثلا. خب اون چیزی که برام مهمه اینه، کانتنتش رو ببینیم بچه ها. مثلا اینجا تو کانتنت درس اولش به شما یاد میده who's who، کی به کیه، توش گرامر چی یاد میگیریم، word order in questions، بچه ها این برای این لیبل بودا بین این و این. بعد دیگه چی یاد میگیریم، common verb phrases classroom language و pronunciation هم که بهتون vowel sound و الفابت یاد میده. ببینین تو کانتنتش اومده، مثلا تو درس سومش شما going to present continuous رو یاد میگیرین، بعد توی vocabulary مثلا preposition های مختلفی که با look میاد رو یاد میگیرین، مثلا look for, look through and etc. و pronunciation هم که بهتون sentence stress رو یاد میده. حالا من نمیخوام کلن برم سراغ این، میخوام بهتون بگم که این یه کتابی هستش که اگر مثلا شما توی این level سطحتون انتخاب بشه میتونین انتخاب کنین و بخونین و تمام سرفصلایی هم که قراره به شما درس داده بشه تو این کتاب اومده. پس این کتاب بین این لول بود. کتاب دیگه ای که من براتون بچه انتخاب کردم کتاب همین American English File Advanced هستش که میخوام بهتون نشون بدم. بچه ببینین این لولش C1 هستش، C1ه که میشه اینجا ادوانس هستش. خب بازم این یه کانتنتی داره که اگر کانتنتش رو ببینیم یه سری چیزای سخت‌تر بهتون یاد میده، مثلا discourse markers pronouns مثلا چه میدونم distancing get speculation مثلا توی وکبلریش هم چیزای سخت‌تر. این کتاب کتاب ادوانسه، کتاب سخته. دیدین این پشت براتون لبلش رو زده که سیبان هستش. و مثلا یه کتاب دیگه که این اصلا برای انتشارات آکسفورد هم هست، این بچه کتاب CAE Result هستش، برای آزمون CAE هستش. باز نها کنین لیولش رو زده این پشت C1، ولی بچه CAE از C1 یک مقدار بیشتر، یک کوچولو به سمت C2 هم میره. کتاب C1ه. باز مثلا اینجا کانتنت ها رو براتون زده که اوپس، که بچه کانتنت های این خیلی سخت‌تر از اون کتاب قبلی هست که بهتون نشونم، چون برای آزمون CAE هستش. خب این از این. فقط خواستم بهتون بگم که هر کتابی که شما میگیرین از هر انتشاراتی، حالا این کتاب من هر ستاش مال آکسفورد بود، از هر انتشاراتی که باشه پشتش لولتون رو زده و بسته به لولتون یه سری سیلابس های درسی داره که توی اون همونطور که توی این کتاب بهتون نشون دادم دیدین یه سری گرامرهای خاص، یه سری وکبلری خاص توی یه دایره مشخص. یعنی اگر اینو یه دایره در نظر بگیریم، اول این دایره رو بهتون درس میده، بیرون تر نمیره، بیرون این دایره اینترمیدییت و بیرون دایره بیرون اینترمیدییت ادوانس هستش.
حالا اینکه چه کتابی بخونم، چه جوری بخونم، اصلا موضوع بحث ما نیستش. من فقط میخواستم بهتون بگم که کلن English Evaluation Exam چی هستش، Level Evaluation Exam چی هستش، و این که بهتون یه وبسایت خیلی معتبر رو معرفی بکنم که توی این وبسایت خیلی راحت بدون که هیچ سختی در کار باشه میرین اسمتون رو میزنین، یه سری اطلاعاتتون رو میدین و آزمونتون رو میدین و در جا لولتون رو تعیین میکنن. بعد دیگه خیلی راحت هم که یه احساس اعتماد به نفسی بهتون میده که آقا لول من اینه، اگر پایین تر فکر میکردین هست، و دوم اینکه کتابی که میخواین انتخاب کنین برای خوندن یا ویدیوهایی که من بهتون درس میدم رو میتونین بفهمین که آقا این به درد سطح من میخوره یا نمیخوره. مثلا من واسه بعضی ویدیو میگم بچا این لول بالاتره، این گرامر واسه لولای پایینه، خیلی راحت میتونین دیگه خودتون یه کاتگورایز بکنین آقا اینو بخونم اینو نخونم، دنبال این برم دنبال اون نرم. اینم از ویدیو امروز در رابطه با English Level Evaluation Exam یا همون آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی. من خیلی میگم وارد موضوع کتاب و اینا نشدم، فقط خواستم بهتون دو سه تا کتاب معرفی بکنم، نشون بدم که لول ها و سرفصلاشون چی هستش. یادتون نره که لینک این وبسایتی که من پیدا کردم و بهتون میگم خیلی خوب هستش برای تعیین سطح پین میشه به اولین کامنت زیر همین ویدیو. خیلی راحت اگه روش کلیک بکنین میتونین برین آزمون تعیین سطح بدین. و اینکه بعد از اینکه آزمون رو دادین، اولا برین آزمون رو بدین، این پایین برین کامنت کنین من ببینم چند نفرتون رفتین آزمون دادین. دوم از اینکه به من بگین که سطح انگلیسیتون تو چه سطحی در اومد و آیا بیشتر یا کمتر از اون چیزی در اومد که خودتون فکر می‌کنین. پس حتما منو در جریان نتایجتون بذارین. این از ویدیو امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. Till another video, take care, see you soon and bye bye.